سلام خدمت کاربران بایسکیت، با یکی دیگه از مجموعه ویدیوهای آموزشی تصویری در خدمت شما هستیم. در این آموزش قصد داریم به نحوه هماهنگ و ادغام کردن زیرنویس با یک فیلم بپردازیم. اکثر زیرنویسایی که توسط وبسایت ها ارائه میشن اغلب ناهماهنگ هستن و ما این هماهنگی رو در دو نرم افزار KM Player و VLC Media Player ایجاد میکنیم. یکی از راه های آسون برای اینکه یک زیرنویس رو اصلا با یک فیلم ما پخش کنیم اینه که فیلم و زیرنویس رو در یک فایل و یک فولدر قرار بدیم و نامه‌هاشون رو یکی بذاریم. به این صورت وقتی پخش میشه در اکثر پلیرهای معروف زیرنویس حضور داره. حالا اینکه هماهنگ باشه یا نباشه متفاوته. برای مثال تو این انیمیشن زیرنویس مقداری عقبتر هستش نسبت به صدا. یک بار دیگه مشاهده میکنیم. اینجا معنی صحبتی که کارکتر میکنه اینه که چشم از ذات صدا، سخنی که تو میگی من قبول دارم، ولی همونطور که میبینی دیرتر پخش میشه زیرنویس نسبت به صدا و تصویر. یا توی قسمت بعد وقتی کارکتر شروع به صحبت میکنه میبینید هیچ زیرنویسی پخش نمیشه برای ما و حدوداً با 2 الی 3 ثانیه تأخیر تازه زیرنویس مربوط به اون دیالوگ نمایش داده میشه. برای حل این مشکل توی KM Player ما از 2 تا کلید روی کیبورد میتونیم استفاده کنیم که به صورت آکولاد یا کروشه هستن و زیرنویس رو میتونیم عقب و جلو بریم تا با تصویر ما هماهنگ بشه. خب من با توجه به اینکه زیرنویس جلوتر عقبتر بود از صدا، از آکولاد سمت چپ استفاده میکنم و همونطور که میبینید الان دیگه هماهنگ میشه با صدا و تصویر ما. حالا توی نرم افزار VLC Media ما 2 راه داریم که زیرنویس رو هماهنگ کنیم. همونطور که می‌بینید اینجا هم باز توی این انیمیشن زیرنویس هماهنگ نیست با صدا و تصویر. راه اول اینه که ما همانند KM Player که از آکولاد استفاده می‌کنیم اینجا از حرف H و G کیبورد استفاده کنیم. دقیقاً همون روش و عملی است که توی KM Player انجام میشد. اینجا من وقتی با جی زیرنویس رو به عقب میارم و روی 0 حدودا قرار میدم هماهنگ میشه با صدا. حالا برای اینکه راه دوم من بهتون نشون بدم دوباره با استفاده از همون H و G زیرنویس رو به هم میریزم و راه دوم اینه که ما از کلیدهای Shift H، Shift G و Shift K استفاده میکنیم تا زیرنویس رو هماهنگ کنیم. به این صورت که وقتی به صدا رسیدیم با کلید Shift H تصویر رو ببخشید یا همون صدا رو انتخاب میکنیم. میبینید اینجا که شروع به پخش میشه زیرنویس هماهنگ نیست و اینجا با استفاده از Shift H صدا رو هماهنگ میکنیم و بعدش هم وقتی زیرنویسش پخش شد با Shift J صدا رو انتخاب میکنیم و در نهایت با استفاده از کلید Shift K این عمل رو اعمال میکنیم و میبینید که زیرنویس کاملا انجام شد. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه و مشکلات شما رو در این زمینه حل کرده باشه.